به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزم هر جا که هستید، امیدوارم شاد و سلامت باشید، به ویژه شمایی که در ایران هستین. خب من در کشور عزیزمون ایران هستم، همونطور که در برنامه‌های قبلی عنوان کردم. در این کلیپ و در این برنامه میخوام بپردازم به این جاسوس اسرائیلی رافائل گروسی که اومد ایران و در واقع اون داره میگه که برجام داره دهنکای آخرش رو میزنه انشالله و دیگه امیدی بهش نیست. و خب این خبر خوش هست، میخواستم با شما در میون بگذارم و این مقاله هستش از نشریه صدای آمریکا، یعنی بای بای برجام. خب ما بارها این رو گفتیم که برجام به جایی نمیرسه، دیگه قرار نیستش که در دولت آقای رئیسی بیان دوباره خیانت بکنن و یه برجام دیگه ای رو امضا کنن. و گفتم، بارها گفتم، امکان نداره که آمریکا تحریما رو برداره و آمریکا یوترن رو برداره، نمیدونم عیسی و کاتسا و اینا رو برداره، اصلا امکان نداره، نمیکنن چنین کاری رو. و خب میخوام بگم که آقای امیر عبداللهیان و تیمشون هم متوجه هستن، بنابراین میرن مذاکره میکنن برای خالی نبودن عریضه، برای حالا فکر میکنم ایران داره اونا رو سر کار میذاره که خیلی هم خوبه. بریم این مقاله رو بخونیم با هم دیگه و با هاتون دربارهش صحبت میکنم. خب ببینین این مقاله چی میگه؟ میگه که آخرین نفسها برای احیای برجام، خدا رو شکر. ابراز نگرانی مدیر کل آژانس از اتلاف زمان. این باید بگم که در واقع ابراز نگرانی جاسوس اسرائیل از اتلاف وقت. خب مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید مذاکرات میان ایران و قدرت‌های جهان به مرحله حساسی رسیده است، اما فضا برای توافق روز به روز تنگتر میشود. بله خدا رو شکر تنگتر میشه و ما امیدواریم و امید داریم که این وزارت امور خارجه تن به چنین ننگ دوباره ای نده. یعنی ایران که تو برجام بوده، خارج نشده و در هر صورت اونها میخواستن آوانس بگیرن و اینا، و اینا دم به تله ندادن. و میخوام بگم تشکر از افرادی مانند دکتر محمد مرندی که در تیم مذاکره کننده هستن و نگاه میکنن، رصد میکنن که دست از پا خطا نکنن، چون بخشی از این کسانی که در تیم برجام هستن همون افراد گذشته هستن. خب بخششون مثل دکتر باقری اینا آدم های صالحی هستن، ولی باید کل تیم، همه اعضا باید آدم های مصلح اجتماعی باشن تا اتفاقای خوب بیفته. خب در هر صورت رافائل گروسی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN با بیان اینکه جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را در سطح بسیار بالایی ادامه میدهد، تا چشمتون کور شه، بله بالای 60% هستیم، گفت با واژه ها نمیتوان اعتماد سازی کرد. مثل شماها، آره شما خیلی واژه به کار بردین و هیچ کدومش هم عمل نکردین، حرفتون باد هوا بودش. بلکه تنها راه این است که آژانس امکان بازرسی از تاسیسات هسته ای ایران رو داشته باشد. بخورین تا براتون بیارن، چطور در خواب بیند پم بدانه. خب میدونین که این ابلهان رفتن امضا کردن که جاسوسان آژانس هر زمان، هر وقت، هر مکان، هر جا با هر کس که بخوان بیان و جاسوسیشون رو انجام بدن و رصد بکنن و همه چیز رو زیر نظر داشته باشن. این رو امضا کردن و 90% از تمام بازرسی‌های آژانس از کل دنیا، 90% از بازرسی‌های آژانس از کل کشورهای دنیا در ایران انجام می‌شد. ببینین چه فاجعه و چه خیانتی این گروه برجامی به ایران کردن. خب در صورت مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین تصریح کرد آژانس اطلاعاتی در اختیار ندارد که ثابت کند جمهوری اسلامی ایران در حال ساخت بمب اتمی است، اما تلاش و نحوه عملکرد حکومت ایران نشانگر حرکت آنها به این سمت است. تا چشمتون کور شه، بله داریم، خوبش هم داریم تا چشمتون کور شه. گروسی افزود
ایران در راه رسیدن به غنی‌سازی 60% است و این میزان بسیار نزدیک به غنی‌سازی 90% است که با آن میتوان سلاح هسته‌ای ساخت. خب تا چشم شما کور شم، همطور که گفتم درست 60% برادر 90%، 90%ش هم حتما داریم فعالیتایی داریم. حالا این چیزایی است که من میشنوم، چیزایی نیستش که دقیق و درست باشه، مثل همون حرفای چرندیاتی که اونا میگن ما ناچاریم اینطوری جوابشون رو بدیم. این مقام ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کرد واقعیتی که مقابل چشم قرار داده این مقابل چشم قرارداد این است که ایران دسترسی و دید بازرسان را محدود و تعدادی از دوربین های نصب شده را از مدار خارج کرده است و حالا آنچه اهمیت دارد این است که آیا آژانس امکان بازرسی از مراکز هسته ایران را پیدا خواهد کرد یا نه. خیر، این آرزو رو به گور ببرین. رافائل گروسی همچنین گفت در روند مذاکرات بین ایران و غرب مواردی متعدد از جمله در مورد مسائل مالی، تحریم‌ها، افراد و فعالیت‌های خاص وجود داشته که مانع دستیابی به یک توافق شده است و بر اساس همین موارد واضح است که مذاکرات نتایج قابل توجهی نداشته است. و دلیلش می‌دونین چیه؟ بیشور. اینه که آقای بیشور یا بیشوری خود تو زدی به اون را که همین الان که گروه مذاکره کننده در وین داشتن مذاکرات میکردن تعداد تحریم ها رو اضافه و اضافه کردین، فکر میکنین که ملت ایران دوباره زیر بار زورگویی شما میرن. اون ممه رو لولو برد، تموم شده دیگه، دوره بزن و در رو تموم شده. اینو به اطلاع و آگاهیتون میرسونیم. خب مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پایان خاطرنشان کرد جمهوری اسلامی در حال حاضر بدون نظارت و بازرسی های آژانس در حال پیش بردن برنامه های هسته‌ای خود است و اگر توافقی حاصل نشود وارد مرحله بسیار نامشخص خواهیم شد. مرحله خیلی روشن مشخص هم هست، برجام به جایی نمیرسه. گروتون رو گم کنین، برین دست از سر ایران بردارین. ایران دیگه کشوری نیستش که بتونیم بهش زور بگین تموم شده، تمام و سلام، نامه تمام، فینیتو. گفتن نیست. محمد اسلامی روز دوشنبه سوم مرداد با بیان اینکه غرب 20 سال است جمهوری اسلامی را به ساخت بمب اتمی متهم می کند و من می خواهم یه چیز دیگه اینجا اضافه کنم، 10 سال است که دقیقاً جمهوری اسلامی را گذاشته سر کار، 8 سال در دوره آقای روحانی، حالا یه سال هم که الان اینجا به اصطلاح اونا ما رو گذاشتن سر کار، ولی من باورم اینه که ما گذاشتیمشون سر کار، حالا بگیم 9 سال. و هر روز آدرسی جدید از محل ساخت آن میدهد. اضافه کرد پرونده ایران مدام به شورای امنیت رفته و علیه جمهوری اسلامی قطعنامه صادر شده است. بله، در همین مدامی که داشتن مذاکرات انجام میدادن اون سازمان ضد امنیت، شورای ضد امنیت سازمان ملل ضد امنیت و قارتگر و دزد سازمان ملل داشتن قطعنامه صادر میکردن به نفع صهیونیستا و به ضرر ایران. اسلامی با اشاره به اینکه نتیجه مذاکرات ایران تا کنون به سند برجام رسیده گفت که غرب بر اساس اسناد ربایش شده همچنان به جمهوری اسلامی اتهام میزند. آره دیگه، یه اسنادی رو دزدیدن اون منافقین بیشرف، دروغ بردن، پرونده سازی کردن برای ایران، در حالی که اساس پذیرش برجام از سوی جمهوری اسلامی رفع اتهام و اعتماد سازی بود که نشد در واقع، و ایران برای اعتماد سازی پذیرفت ظرفیت فعالیت‌های خود را محدود کند. 13,000 سانتریفوژ توش سیمان ریخت و غنی سازی رو رسون به 3.67%، یعنی فاجعه، و آب سنگینا رو 300 کیلو آب سنگینا رو داد به روسیه و فاجعه به بار آورد. خب حالا در صورت میخوام بگم که چیزی که الان اتفاق افتاد، اون موقع هم حالا اتفاق افتاد که برخی از ایرانی ها که خیلی باهوش بودن، زیرک بودن، اومدن این نتانیاهو دیوونه رو، دیوونه دزد و اینا گذاشتنش سر کار، رفتن یه موز گذاشتن زیر باش که لیز بخوره. چی شد داستان تورقوز آباد یادتونه که تورقوز آباد فرش فروشی بود، فرش شویی بود، گفتن اونجا ایران فعالیت های هسته‌ای داره و یه اطلاعاتی رو به اصطلاح لیک دادن، مثل
کارهایی که جولیان آسانج میکنه، ویکیلیکس و اینا، یه اطلاعاتی رو از طریق شبکه هایی تا جایی که من متوجه شدم اینا رو فرستادن بیرون، یا به قول معروف لیک دادن، که یه موز بذارن زیر پای اون نتانیاهو احمق که دوید رفت تو سازمان ملل، قشنگ با نقشه و طرح و اینا اومد ترقوز آباد رو کشید و نمیدونم عکساشو نشون داد و ویدیو نشون داد. ولی اونجا من یکی خیلی میخندیدم، چون که میدونستم برخی از ایرانی ها از این برجام و گروه برجامی به اینجاشون رسیده و خوب اینا رو گذاشتن سر کار. خب حالا میخوام بگم که در واقع باید یه مدلی تا اینجا تشکر بکنیم از وزارت امور خارجه و گروه برجام و رئیس جمهورمون و در واقع خط قرمزای رهبرمون، و به نظر میرسه که اینا دارن خوب گوش میکنن، مثل بچه حرف شنو شدن، خوب دارن گوش میکنن و اونا رو انجام میدن. و یکی از دلایلش هم اینه که ایران از نظر دفاعی در به مرحله بالایی رسیده. الان چرا فکر میکنین روسیه میاد و میخواد از ما پهپاد بخره؟ مگه عاشق چشم ابروی ماست؟ نه، به دلیل اینکه پهپادهای ما میتونه نیازهای روسیه رو در اوکراین پوشش بده. و خب در واقع این عملیات ویژه روسیه در اوکراین به درازه داره میکشه و اونها احتیاج به تسلیحات نظامی بهتری دارن، و چه چیزی بهتر از پهپادهای نقطه زن ما، موشک های نقطه زن و با دقت بسیار. در صورت این رو باید تبریک بگیم به دفاعیمون که اون جریان نظام، پیکر سالم نظام مشمول دفاعی ما هست، و خب خود رهبرمون، دفاعیمون و بسیجیامون، تمام اینا جزو اون میخوام بگم بخش سالم جمهوری اسلامی ایران هستند. و حالا دولتی اومده سر کار، آقای رئیسی خودش، شخصا من ایشون رو مصلح اجتماعی میدونم، و در صورت دارن تلاش میکنن که مسئله معیشت مردم رو حل کنن، مسائل اقتصادی رو. ولی مسئله اقتصادی یه موضوع حاد و خیلی سخته، و من متاسفانه این توانایی رو در این آقای علی صالح آبادی، این وزیر نمیدونم، این اقتصاددانانی که الان توی سیستم آقای رئیسی هستن، اینا این کاره نیستن. و به باور من یه کاری که باید بکنن اینی که بانکای خصوصی رو باید خدمت بانکای خصوصی برسن و کاری با بانکای خصوصی بکنن که اینها در واقع اینا موافق تورم هستن، اصلا از تورم دارن پول در میارن. اینا هستن مثل زالوها چسبیدن به پیکر جامعه و دارن خون ملت ایرانو میمیکن. بانکای خصوصی اینا رو باید یه بار برای همیشه خدمتشون برسن، ولی در یه برنامه دیگه به این میپردازم چطوری خدمت این بانکای خصوصی برسن و چی کار بکنن. یعنی راهکار داره. در هر صورت میخوام بگم که دم دفاعیمون گرم که ما رو به جایی رسونده که الان گروه مذاکره کننده میرن اونجا و همه اینا رو میذارن سر کار. درسته که اونا قطعنامه برای عمشون صادر میکنن، ولی ایران هم همشون رو گذاشته سر کار، حالا میره مذاکره میکنه دیگه، حالا این گونه است. اما بدون این که این مذاکرات برجامی به جایی نمیرسه و تموم میشه میره، و یه میخوام یکی از دلایلشو بگم، این تحریم ها دیگه آب و رنگی نداره، هنایی نداره، و اون شرایط و اوضاع اقتصادی ایران اصلا هیچ ربطی به تحریم ها نداشته، اصلا و ابدا، به مدیریت بد داخلی، به کارشکن ها، به ستون پنجمی ها، به دزدان و به عوامل نفوذی، به شبکه نفوذ، و خب یه تعدادیشون هم ایرانیان سودجو و سودپرست و همون سوداگران زر و زور و زر و قدرت که من همیشه اسمشون رو آوردم، ببخشیم از به کار بردن این واژه ها، اونا بودن و هستن. یعنی باید در واقع دولت آقای رئیس اگه میخواد موفق باشه باید بپردازه به بانکای خصوصی در درجه اول. در صورت برجام خبر خوش به جایی نمیرسه، دهنکای آخر خودشو داره میزنه، داره میمیره برای همیشه، و این آقای گروسی هم داره نفسای آخر خودشو میکشه. این آقای گروسی جاسوس
اسرائیل و تمامشون، تمام بازرسان آژانس، تمامشون از دم جاسوس بودن بدون استثناء. این رو بدونین. خب عزیزان من، عضو کانالا بشین، اون زنگوله رو فشار بدین و دیگه چیکار کنین؟ عضویتتون رو چک بکنین، برنامه ها رو به اشتراک بگذارین، نظرتون رو بنویسین، پسند رو هم فشار بدین. حرفایی که همیشه میزنم و با عشق بر عاشقان ایران، سلام بر صدر دلهامون و لعنت بر ترامپ بیشرف که دستور ترور سردار دلهامون رو داد. خدا نگهدارتون.